سلام دوستان، در جلسه قبل با نمودارهای با استاندارد ترسیم نمودارهای BPMN آشنا شدیم. در این جلسه میخواییم بر اساس این استاندارد دو نمودار فرایندی رو ترسیم بکنیم که این دو نمودار فرایندی بر اساس مدل طبقه‌بندی فرایندهای APQC هستش. اگه خاطرتون باشه در مدل طبقه‌بندی فرایندهای APQC ما یه طبقه بازاری و فروش داشتیم. این طبقه بازاری و فروش میشکست به گروه های فرندی که یکی از اونها درک بازارها، مشتریان و توانایی ها بودش. بعد این گروه فرایندی به فرایندها تقسیم بندی میشه که دو تا فرایند رو اینجا تعریف کردن واسه ما. سپس این فرایندها به فعالیت ها تقسیم بندی میشه و در نهایت این فعالیت ها به وظایف و کارها. همونطوری که قبلا هم گفته بودیم مدل APQC کارها یا وظایف رو واسه ما جدا نکرده، مثل اینکه زیر مجموعه اینا رو واسه ما برای ما بیاره، به خاطر اینکه گفته توی هر سازمانی وظایف و کارها بر اساس اون سازمان تعریف شدن و خیلی متغیر هستن و نمیتونیم توی مدل بیاریم. و حتی این فعالیت ها هم تو خیلی از سازمان ها متغیرن و وقتی که این استاندارد آورده یک حالت بهینه خیلی خوبی رو در نظر گرفته که رسیدن به اون واقعا سخته. اگه تو سازمانی که در حال حاضر وجود داره بخوایم مدل طبقه بندی فرآیندها رو پیریزی کنیم، حتی قسمت فرآیندهای اون هم ممکنه وجود نداشته باشه و ما ماکسیموم تا گروه فرآیندها بتونیم بریم. اما ما سعی میکنیم ابتدا فرآیندهایی که توی اون سازمان وجود داره رو تا اونجایی که میشه بر اساس این ساختار طبقه بندی کنیم و خلأ بین APQC و اون مدلی که خودمون ایجاد کردیم رو پیدا کنیم و اون خلل رو به مرور زمان برطرف کنیم، که این خودش بهبود سازمانی هست که کار بسیار سختی خواهد بود. خب حالا فرض کنین که ما میخوایم یه سیستمی رو ایجاد کنیم و میگیم خب سعی میکنیم بر اساس ساختاری که APQC گفته ایجاد کنیم. بنابراین من توی ویزیو اولی که داشتم توی پروسس کاتگوری ها، اینجا کاتگوری های من مشخص شده بود، بازاریابی و فروش رو انتخاب میکنم. خب توی این قسمت ما گروه فرآیندی درک بازارها، مشتریان و توانایی ها رو سلکت میکنیم. اگه خاطرتون باشه چون این هایپر لینک بودش کنترل و کلیک چپ رو میزدیم. خب یه نمودار ویزیو دیگر رو که بر اساس BPMN ساخته شده بود و واسه ما باز میکنه، ما تو این نمودار میخواییم اول این شکل رو بکشیم که این شکل نشوندنده گروه فرآیندی ما هست، بخش فرآیند ما هستش، دو تا فرآیند تو اونجا بودش، اجرای تحلیل هوشمند مشتری و بازار، ارزیابی و اولویت بندی فرصت های بازار. سپس تو اون فعالیت ها قرار داره. هر کدوم از این فعالیت ها یه ساب پروسس هستن. خود این فرآیندم بر اساس استاندارد BPMN یه ساب پروسس هست. تفاوت این ساب پروسس با این تو اینجا هستش که این ما در حقیقت کارها و زیر فرآیندهایی که وجود داره در همون صفحه داریم نشون میدیم، ولی این با توجه به همین علامت مثبتی هم که داره اگر کلیک بکنیم ما رو به یه در حقیقت صفحه دیگه مورد رجوع میده. حالا ممکن اون صفحه تو همون فایل باشه یا تو یه فایل دیگه که هایپر لینک شده. خب ما میخوایم این شکل رو بکشیم، یه قسمتش رو با هم جلو میریم و بقیه اون رو خودتون میکشین، چون در حقیقت توانایی کشیدن این رو دارید و فقط میخوایم مقداری با بر اساس استاندارد BPMN جلو بریم. خب به فایل ویزیومون میریم. اولین قسمت Expanded Sub Process هستش، یکی از اونها رو ما اضافه میکنیم. خب بعد اسمش رو قرار میدیم تحلیل هوشمند، اجرای تحلیل هوشمند مشتری و بازار، اجرای تحلیل هوشمند مشتری و بازار، درسته؟ مشتری و بازار. خب و استارتیمنت رو قرار میدیم رویداد شروع، بعد یه کلاپسد ساب پروسس. خب نا کنین من بعد اینجا
این توانایی رو داشته باشم که وقتی که روی شکلم میرم لزوما نبدم سلکت باشه، وقتی که روش میرم این فلش های کوچیک رو ببینم و 4 تا از این نمادها رو بتونم اینجا داشته باشم تا انتخاب کنم. الان در حال حاضر من این نماد رو میتونم انتخاب کنم، ولی این نمادی نیست که من بخوام، هرچند که میتونم اینو کلیک راست کنم، تسک تایپش رو تغییر بدم، اکتیویتی تایپش هم تغییر بدم که الان تسک من همون کلاست رو میخوام و به این تبدیل میشه. یه روش دیگه این واسه این که من اینو اینجا بذارم تو این 4 تا میخوام مستقیم باشه، ناکنین میتونم به اینجا این مسترشو جاشو بیارم این بالا قرار بدم. وقتی که این جاشو قرار میده این بالا، این چند تای اولیو، این 4 تای اولیو واسه من میاره، میبینین واسه من آوردش و میتونم انتخاب بکنم. با تغییر جای اونا میتونم اینا رو داشته باشم و این مثلا استارت ایونت منو میاره الان اینجا. خب من فعالیتامو اضافه میکنم، حالا انجام تحقیقات بازار و مشتری، انجام تحقیقات بازار و مشتری و به همین ترتیب اینا رو مینویسم. خب میتونم از اینجا هم سیکونس هم انتخاب کنم و قرار بدم به جای اینکه خودکار بذاره، ولی خب خودکار راحت تره. چیزی که من تو این وسط دارم اگه اینو ادامه بدم اینجا هستش که یه مسیج فلو داده و به در حقیقت فرایند بعدی رفته. با این مسیج من اومدم میخواستم بگم که آقا این استارتش بر اساس یه مسیجی، یه پیامی از آخرین فعالیت این به رویداد شروع این وقوع پیدا میکنه، یه پیامی میرسه و اون پیام باعث شروع این فرایند من میشه. بعد این رویداد شروع فعالیت های خودشو داره که میره و به انتها میرسه و در حقیقت درک بازار و مشتری و توانه ها بعد از اعتبار سنجی فرصت ها به پایان میرسه. خب بعد از اینکه من این شکلمو ساختم، خب من اینجا میسازم، شما هم خودتون بسازین و برگردین که با هم ادامه شو بریم. خب در هنگام کامل کردن این نمودار یه چند تا نکته هست که شاید خوب باشه که بگیم. همونطور که اینجا دیدیم ما میتونیم در حقیقت یه سری از موارد استانداردهای بی پی ام ان رو که تو اینجا نیستش رو از اینجا انتخاب بکنیم. مثلا اینجا میتونستیم نوع اکتیویتیمون رو عوض کنیم، حالا باندری لوپش رو قرار بدیم مثلا لوپ داشته باشه و غیره. همینطور واسه رویدادمون هم میتونیم تریگر یا ریزورتش رو عوض کنیم که مثلا هیچی نداشته باشه، مسیج باشه، تایمر باشه یا هر چیز دیگه، یا نوع ایونتمون رو عوض کنیم، استارت باشه، اند باشه یا هر چیزی. حتی میتونیم این در حقیقت سیکوئنسمون رو تغییر بدیم، این لاینمون رو تغییر بدیم به سیکوئنس یا مسیج فلو. پس ما با کلیک راست کردن خیلی از این امکانات رو خواهیم داشتش. خب پس از اینکه این نمودار رو کامل کردین، ما میخواییم مطمئن بشیم که این نمودار بر اساس استاندارد بی پی ام ان کشیده شده. چرا؟ چون یکی این که شاید من دانش خیلی جامعی از بی پی ام ان نداشته باشم و یک سری نقصان اینجا ایجاد شده باشه کسی که داره این نمودار میکشه، و یا اینکه حواسم نبوده و اشتباهی تو اون ایجاد شده. من نمیخوام این اشتباه وجود داشته باشه، بنابراین میخوام فرایندم رو اعتبار سنجی کنم. برای این کار ما به تب پروسس میریم و چک دیاگرام رو انتخاب میکنیم. چک دیاگرام یک سری رول ها هستن که توی ویزیو قرار داده شده تا بر اساس اون ما بتونیم نمودارهامون رو بررسی کنیم که آیا بر اساس استانداردهای موجود ترسیم شدن یا نه. تو اینجا رولز تو چک رو بی پی ام ان انتخاب کرده به توی پیش‌فرض. چرا؟ چون ما تمپلیت بی پی ام ان رو انتخاب کردیم واسه کشیدن نمودارهامون. ما در حقیقت فلوچارت رول هم اینجا داریم و میتونیم انتخاب کنیم، ولی باز فقط این دوتا رو من میبینم و بدونید که رول های دیگه هم هستش، مثلا شیر پوینت هستش که نمودارهای شیر پوینت رو میکشم باش، و خب اینجا چون تمپلیتش انتخاب نشده نشونم نمیده و ما میتونیم اونا رو هم انتخاب بکنیم در صورتی که بخوایم. ما حتی میتونیم رول هایی رو واسه خودمون بسازیم. فرض کنیم که یه شرکتی، یه سازمانی میخواد استاندارد بی پی ام رو اصلا اجرا کنه، ولی یه سریاشو میخواد تغییر بده و ساده سازی کنه و میخواد بر اساس اون استاندارد نمودارهاشو بکشه و میتونه رول های مخصوص به خودش رو ایجاد بکنه که در سطح پیشرفته هستش و ان شاءالله در جلسات بعد به اون میخوایم پرداخت.
ولی تو اینجا من میخوام استاندارد بی پی منم چک کنم. پس تو تب پروسس توی گروه دیاگرام ولیدیشن اعتبار سنجی دیاگرام چک دیاگرام رو میزنم. وقتی که اینو بزنم میاد یه پنجره دیگه یا واسه من باز میکنه و غلط هایی که در حقیقت تو نمودار من وجود داره رو واسه من نشون میده. خب میاد میگه رول چیه؟ تو کدوم قسمت انجام داده؟ میگه when start and end events are used، وقتی که رویدادهای شروع و پایان استفاده میشن، a task or collapsed subprocess، میگه یه کار یا یه زیر فرایند باید یک سیکونس فلو خروجی داشته باشه مگر اینکه compensation activity باشه. خب من اینو انتخاب میکنم، میگه اینو نگاه کن این فعالیت تو. من اگه زوم کنم به صورت 100% میگه نگاه کن این زیر فرایند تو به یه در حقیقت رویداد رفته و این باید سیکونس باشه، نباید مسیج فلو باشه. خب من مسیج فلو رو میخواستم، میتونم اینو سیکونس کنم و باید سیکونسش کنم، بگم ترتیب و توالی من به این شیوه هستش. و اینجا خب من نشون دادم که به صورت مسیج استارت من شروع شده دیگه، بنابراین من میام چیکار میکنم؟ اینو در حقیقت به صورت همون سیکونس قرار میدم. خب حالا این انجام شد و درست شدش، دوباره میام تو تب پروسس چک میکنم، اون عوض میشه و میپره و یکی دیگه میادش، میگه کلن اینو نگاه کن، if a start event is used in an expanded subprocess then an end event must also be used in expanded subprocess. میگه وقتی تو این subprocess من یه start گذاشتی، یه end هم باید داشته باشه هر فرایند من، و این فرایند end نداره. چرا؟ بخاطر همین من باید یه end event هم به این اضافه کنم. در حقیقت استاندارد بی پی ام رو شما به صورت کامل میتونید از سایتی که دفعه قبل بهتون گفته بودم به اون رجوع کنیم، مطالعه کنیم و یاد بگیرید. من خیلی از این اشتباهات رو خواستم بکنم که شما ببینین به چه صورت میتونیم دیتا ولیدیشن رو انجام بدیم، دیاگرام ولیدیشن. خب من اینو انجام دادم، حالا من میخوام ارتباط این دوتا رو هم نشون بدم دیگه. به خاطر همین من میتونم از این پروسس در حقیقت اینجا بگم این با این یه ارتباطی داره، به هر حال ارتباطش به صورت مسیجه. خب حالا میگم این ارتباط به صورت مسیجه، اینم از اینجا میذارم که قشنگ‌تر بشه. خب حالا دوباره چک دیاگرام میکنم. خب تمام اون در حقیقت غلطایی که از من گرفتم با همون اعمال از بین رفتش، فقط میگه یکی دیگه واسه من گرفته، میگه start event user for sub process must have the non triggered result. میگه این نباید تریگر یا ریزولتی داشته باشه وقتی که توی sub process قرار داره. خب بخاطر همین من میام تریگرش رو نان میکنم. حالا اینجا من میتونم بفهمم که یه دونه فرایند من شروع شده، پایان پیدا کرده، فرایند بعدی من این فرایند ارتباط داره به صورت مسیج، یه مسیجی داره به من میده، این مسیجی که میاد اینجا شروع میکنه، شروع و به پایان میرسه. خب الان از لحاظ بی پی ام این استاندارد درسته. خب من این ویندوز رو این در حقه پنجره میبندم که به صورت کامل داشته باشم. اینجا ایگنور دیس ایشو رو هم میتونستم بزنم، میگم نه من دوست دارم اینطوری باشه، به بی پی ام هم هیچ کاری ندارم و لزومن هم غلط نمیتونه باشه، من ایدم اینطوریه، ولی بقیه که از بی پی ام آشنایی دارن و میخوان از این استفاده کنن شاید منظور ما رو خوب نفهمن، بخاطر همین ما از همین استاندارد هم استفاده میکنیم، مگر اینکه قانونش رو تو سازمان خودمون بر اساس چیزی که میخوایم تغییر بدیم. خب بعد از اینکه این نمودار رو ساختید، حالا میخوایم یک کدوم از این فعالیت ها رو در حقیقت بگیریم و شروع کنیم به تهیه یک نمودار بی پی ام بر اساس کارها و وظایف. خب همین اولین فعالیت رو انتخاب میکنیم. از اونجایی که مدل پی کیو سی وظایف رو واسه ما مشخص نکرده، من خودم به صورت فرضی این وظایف رو تعیین کردم و گفتم که توی شرکت فرضی اومدیم و میخواییم مثلا این وظایف رو داریم و میخواییم نمودار بی پی ام اون رو ترسیم کنیم. نمودار بی پی ام اون به این شکل میشه که از سه
نه چهار قسمت مختلف، یعنی چهار در حقیقت شخصیت یا جایگاه سازمانی مختلف هست. من فقط از سیم لین ها در حقیقت لین رو کشیدم اینجا و تایتل اونو نذاشتم و گفتم که فقط یه دونه لول داشته باشه و اون هم جایگاه شغلی باشه، که این چهار تا جایگاه شغلی رو واسه اون تعریف کردم و یه سری وظایفی رو که به صورت پیش‌فرض گفتم که اینطوری میتونه این فرایند انجام بشه رو در نظر گرفتیم. این فرایند فرایندی هست که ناقص شاید باشه و کامل نباشه و فقط واسه نشون دادن استاندارد BPMه و نمودارمون تهیه شده و بتونیم دورمون رو جلو ببریم، وگرنه خب توی واقعیت خیلی متفاوت میتونه باشه. خب برای اینکه این نمودار رو ترسیم کنیم، تو این قسمت ما این فعالیت رو انتخاب میکنیم. حالا میتونیم دوتا کار بکنیم، یا اینکه یه دونه پیج بسازیم، اسمش رو تغییر بدیم، بکنیم انجام تحقیقات بازار و مشتری، یا اینکه میتونیم این فعالیت رو انتخاب کنیم این پیج رو و بعد هایپرلینک کنیم هم دیگه. یا به صورت ساده تر من این فعالیت رو انتخاب میکنم، میتونم لینک کنم اگه یه پیج از قبل وجود داشته باشه، یا اینکه کرییت نیو کنم خودش برای من یه پیج ایجاد میکنه و این پیج رو اسمش هم درست میکنه و همچنین هایپرلینک هم میکنه. خب خیلی ساده تره. پس به خاطر این من میتونم هر کدوم از اینها رو بگیرم و بگم یه پیج رو واسه من ایجاد کنه و من تو اون بتونم فرآیند خودم رو بکشم. خب اولین کاری که میکنیم، میایم لین هامون رو اضافه میکنیم. وقتی که لینمون رو اضافه میکنیم یه مقدار فضای خالی اینجا هستش. این به خاطر چیه؟ وقتی که من اینو بچسبونم و یه لین دیگه ای بهش اضافه کنم، میتونم اینو از اینجا بکشم و بهش اضافه کنم. وقتی که اینو اضافه میکنم به اینجا، تایتلش رو واسه من میاره و اون وقت فیت میشه به پیج من. یه روش دیگه واسه اضافه کردن لین اینه که من اینجا موسم رو بیارم این گوشه. این گوشه. وقتی که این فلش کوچیک اومد، اینو بزنم، یه لین واسه من ایجاد میکنم. خب من تایتل رو نمیخواستم. بخاطر همین میتونم برم تو قسمت کروس فانکشنال فلوچارت و تو اینجا شو تایتل بارش رو بردارم. تو این قسمت من میتونم یه سری از در حقیقت مشخصه های این رو کنترل کنم. میتونم تایتلش رو بذارم، میتونم سپریتور واسش بذارم که فازهای مختلف اون رو نشون بدم، میتونم دایرکشنش رو عوض کنم، میتونم اورینتیشنش رو عوض کنم، به صورت عمودی کنم و خب پیجش رو در حقیقت یه پیج اضافه کنم واسش و خیلی کارهای دیگه که ساده هستش. خب بعدش من میام اینو تنظیم میکنم که اندازه پیجم باشه. بعد اینم که اندازه پیج میکنم. خب بعد میام نمودارمو میکشم. شما هم به راحتی میتونید نمودار رو بر اساس دانستانتون در حال حاضر بکشین. میام یه فعالیت همون شروع میکنم، گفتم که به صورت مسیج هستش، ریزالتش رو میکنم مسیج. بعد میام یه تسک واسش میذارم، خب سیکونس فلوش رو میدم. بعد تسک های دیگر رو باید بهش اضافه کنیم. اشتباهی تسک رو زدیم. من اینو میخوام انتخاب کنم به صورت پیش فرض. اگه من روی اینم بذارم، بعد اینو بدونی که انتخاب کنم بذارم، اون چیزی که اینجا سلکت شده رو واسه من قرار میده. خب بعد میام در حقیقت نوشتار میذارم، براش یه کال اوت میذارم. بعد میام اینجا نمودارم رو کامل میکنم. شما میتونید خودتون این کار رو انجام بدین که وقت زیادی ازمون نگیره. خب وقتی که این نمودار رو کامل کردین، چند تا نکته رو با هم باید رعایت بکنیم. یکی این که خب وقتی که استارت ایونت رو میکنیم، میتونیم پایینش بنویسیم که در حقیقت این مسیجی که اومده حاوی چه اطلاعاتی بوده، مشخصات محصول جدید به طور مثال. تسکا انجام میشه، کال آوت که میزنم روی این کلیک
در حقیقت میکنم و بعد کالاوتون میارم، اینطوری میندازم روش که وابسته به این کار بشه و وقتی که من تکون بدم کالاوتم با اون تکون بخوره. تو زمان دیسیژن من وقت چون فقط تو این حالت دیسیژنی که من انجام میدم دو تا خروجی داره و فقط یک کدوم از این دو حالت ممکنه رخ بده، به خاطر همین از گیتوی معمولی استفاده میکنم. میتونم این گیتویم رو مارک دار کنم. وقتی که مارک دار میکنم این نوشته من سوال من در زیرش میاد و قرار داده میشه و خب وقتی که حالت معمولی باشه داخل اون مینویسه و نیاز به مارک در حقیقت مارکر میتونم نداشته باشم، شاید اینطوری بهتر باشه از لحاظ من. و خب گتوای مختلفی هست که اینجا تعریفی نداشت که بخوام از اون استفاده کنم. و یه قسمت دیگه، وقتی از یه آبجکتی استفاده میکنم نباید داخل سیکونس من باشه، باید خارج از اون باشه و فقط یک رابطه اسوسییشن با اون برقرار باشه و اینکه اند اونو مشخص کنم.